درود و وقتتان بخیر، به این برنامه پس از خبر خوش آمدید. در نخست مهمترین خبرهای امشب، رئیس ستاد ارتش پاکستان میگوید که کشورش آماده است بر ضد گروه‌های شورشی مبارزه کرده و همکاری‌هایش را برای برقراری صلح در افغانستان بیشتر کند. قمرالدین باجوا گفتگو با رئیس جمهور غنی در کابل را نیز سودمند دانسته است. اما شماری از دیپلمات‌های پیشین افغان در پاکستان میگویند که اسلام آباد هرگز سیاستش را در قبال افغانستان تغییر نداده و این بار حکومت نباید شکار فریب اسلام آباد شود. سربازان آمریکایی دست کم یک دهه دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید تمام عواید ناخالص داخلی افغانستان نمیتواند حتی هزینه نیروهای امنیتی آن کشور را برآورده سازد. و اما وزارت دفاع ملی بدین باور است که کمتر از یک دهه نابسامانی‌های امنیتی در افغانستان پایان خواهد یافت. وزارت مالیه میگوید که بیش از 200 شرکت بزرگ تجارتی حاضر به پرداخت مالیات نیست و آمار درآمدهای خود را از حکومت پنهان میکنند. این وزارت همچنان ادعا دارد که برخی از ماموران مالیاتی از سوی این شرکت ها نیز لتوکوب شدند. اما افتادن 10 روستای فندقستان ولسوالی سیاگرد پروان به دست طالبان موضوع امشب پس از خبر هست. گفتم ایشا بیش از 7 سال است که طالبان در ولسوالی های سیاگرد، چنبار و برخی مناطق دیگر پروان به گونه آزادانه گشت و گذار می کنند و در کنار محکمه حتی زندان های شخصی دارند. حکومت هم برای بازپسگیری 10 روستا پس از 4 روز وارد عمل می شود و حالت دفاعی را می شکند. اما پرسش هایی که مطرح میشه، چه کسانی در سقوط فندقستان دخیل هستند؟ و دوم این که چرا در نزدیک به 8 سال اخیر در پروان عملیات بایدی صورت نگرفت تا مخالفان مسلح دولت گلمشان از پروان جمع شود؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه پس از خبر. بانو زکی سنگین نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان اینجا با ما هستند و تا دقایق دیگر بحثمان را آغاز می‌کنیم. جنگجویان طالب از 5 روز بدین سو بالای ولسوالی سیاگرد یورش بردند و بخش‌های از روستای فندقستان را تصرف کردند. اما حکومت عملیات بازپسگیری را آغاز کرده و به گفته نظامیان برخی مناطق این روستا را از طالبان پس گرفتند. بازم خوش آمدید بانو زکی سنگین، نماینده مردم پروان در مجلس اینجا با ما هستن. خیلی خوش آمدین بانو سنگین، ممنون از اینکه تشریف آوردین. به این بحث را از اینجا آغاز کنیم که واقعا در پشت ناامنی های فندقستان سیاگرد پروان دست یک نماینده مردم و نماینده پیشین حزب اسلامی است؟ تشکر، سلام خدمت شما، خدمت همتان عزیزم که ما را از برنامه شما میبینن. موضوع فندقستان موضوع کل افغانستان است. خب به موضوعاتی که امروز مطرح میشه یا سوالی که شما میگرده باید ای شما مطرح کردین، باید ایره از ارگان های کشفی باید پرسان بکنین که ارگان های کشفی در این مدت اگر تو یک کسی دست دارن پس وظیفه ارگان های کشفی چی است؟ شما چون نماینده مردم خب هستین، خب خاطر اطلاعات شما، اطلاعات ما که ما داریم چون مردم چون با شما بسیار ارتباط دارن، چیزی که ما میفهمیم ولایت پروان یک ولایت استراتژیک است و ولایتی است که در اونجا هر کسی که آمده به خاطر جنگ یا به خاطر اشغالگری در اونجا شکست خورده. دشمن چندین سال است که در اونجا پلان داره که باید اون مرکزی را که شکست خورده باید در اونجا یک بار ناامنی را باید دوباره دامن بزنن، چون پلان قبلیشان بوده. در گذشته مرکز مقاومت، حالا مرکز طالبان. خب در گذشته به خاطر بله به خاطر از اینکه در گذشته مرکز مقاومت بوده و دشمن از اونجا شکست خورده، این توجه جدی دشمن در اونجا است که باید یک بار باید در اونجا ناامنی را دامن بزنن. این قسمت برمیگرده به این موضوعات و خصوصا 3 سال میشه که دره های غربند چون دره های صلب العبور است، میتونه دشمن در اینجا خوبتر زندگی بکنه، خوبتر تجهیز و اکمالات شوند. در گذشته هم اونجا طالب بوده، طالبایی بوده که در بین مردم زندگی کردن و خوب طالبایی نبودند مثل طالبای
خفته بودند. بعد از جنگ هایی که در بغلان و قندوز و این موضوعات جنگ ها صورت گرفت، این طالبان جان گرفتن. ما بارها اگر شاید باشین صدا کردم بر حکومت که برای امنیت پروان توجه جدی داشته باشین، که در رها کم کم مینه تحرکات خود شروع کردین، نشه که روزی که برسه که ما با فاجعه بغلان و قندوز مواجه شویم. ولی شما در شاید در جریان باشین که دو سال پیش یک عملی بسیار تهاجمی را انجام دادن که امی در ولسوالی سیاگرد و یک قسمت ولسوالی شنواری بود که مورد عملی طالبان صورت گرفت. از اینکه ما سر و صدا نمایندای مردم سر و صدا کردن با نیروهای امنیتی دید و بازدید داشتیم، توانستیم که یک قطعه از اردوی ملی را و یک قطعه خاص از پلیس و با مجموعه از کسای نیروهای امنیتی پروان در هر جای در قسمت‌هایی که مهم است در اونجا پوسته ها افراز بکنن و پوسته ها ایجاد شد در اونجا. کم کم شما در جریان بودین که عملات مثلا موترها را استاد میکردن، موتران انفجار میدادن، یک از مردم سوء استفاده از مردم استفاده میکردن با انداخت راکت ها. این موضوعاتی بود که ما همیشه بر حکومت گفتیم که شما توجه کنین، ولی ما نمیفهمیم که چرا حکومت اراده قوی به خاطر تامین امنیت مردم نداره. به خاطر از اینکه قطعه آمده بود فقط برای چند روز بود و از قطعه که برای پروان داده شده بود این قطعه را دادن به سر پل، یعنی در یک موقعیت در چه در سر پل در اونجا روان کردن. اما پروان چه باید کنه؟ خب ما میرم میایم که این قطعه وقتی که توجه دشمن جدی هست، مثلا قطع ارگان های کشفی در جریان هستن که این توجه دشمن زیادتر در غوربنده و خصوصا کوشش میکنن که باید تحرکات خود داشته باشن، چرا تدابیر لازم گرفتن نشد؟ چرا آمادگی ها گرفتن نشد؟ نشستی خب که امروز برگزار شده بود و انتقادهایی را که جوانان پروان و جوانان شمال دارن از نمایندگان مردم هست، بخصوص پروانی ها، جوانان پروان، انتقادشون این است که مهر سکوت نمایندگانشان بر لب زده در مجلس. حالا سیاگرد بخشش فندقستان، ده روستایش در دست طالبان هست، چرا مهر سکوت بر لب خود زدن؟ خب اوما به گفتهایشان احترام دارم، اما نمایندهایشان هیچ وقت مهر سکوت بر لب خود نزدن. ما همیشه با نیروهای امنیتی، با مسئولان امنیتی در تماس هستیم. ما همیشه اگر اونا شاهد باشند، ما چندین بار در داخل مجلس کسانی که بخش امنیتی که در مجلس آمدن، حتی نشست های جداگانه ما با اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی داشتیم. اگر این مهر سکوت نبوده پس بیاین به این پرسش جواب بدین، چرا عملیات 4 روز بعد آغاز شد؟ خب ما میایم در وضعیت دفاعی قرار داشتیم، چون فرصت کم است میخوایم حرف شما رو داشته باشیم کوتاه در ادامه وقت. خب من میخوام ببینم بگویم که ارادی تامین امنیت حکومت نداره، به خاطر از اینکه اینا یک ماه پیش در جریان بودن، یک ماه پیش ارگانای کشفی بر از اینا اطلاع داده بودن که طالبا خود آماده دارن که یک تهاجم هجومی در یعنی اطلاعات کشفی بودن. بله بله اطلاعات کشفی وجود داره، اما آمادگی حکومت نبوده. چرا حکومت آمادگی نداشته؟ چرا مسئولین امنیتی آمادگی نداشتن؟ از اطلاعات نمایندگان مردم هم آگاهی داشتن. ما آگاهی داشتیم، نمایندگان در جریان بودن، پیگیری شده، پیگیری شده. شما اگر در جریان باشین نشست هایی که در امی 2-3 روز نماینده نشست هایی داشتن، این نماینده بود که حکومت وادار به ایساخ که عملیات کرد. اما وضعیت 4 روز قبل خراب خب شد. ای که 4 روز قبل شد، ما اونا را مجبور ساختیم که باید عملیات بکنه. اما ای که حکومت چرا، این سوال باید از حکومت پرسان شوه، از مسئولین امنیت. بله ما پرسان کردیم، جوابشان ما عملیات میکنیم، یا ای که ما پیدا کرده نتونستیمشان، یا ای که ما عملیات میکنیم، ما آمادگی داریم عملیات میکنیم. که دیروز هم یک بمبار شد و امروز هم ساعت 10 عملیات شروع شده. یک قسمت دوباره برخی باشندگان پروان والی پروان را متهم به بیتوجهی در امنیت آن ولایت میکنند. واقعا والی پروان بیتوجه هست در امنیت پروان؟ و این پرسش تا دقایق دیگر بنویسنگ جواب بده. تصرف فندقستان و حضور گسترده طالبان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان برای ولایت‌های شمالی افغانستان تهدید جدی پنداشته می‌شود. خوش آمدید. واقعاً بانو سنگین، والی ولایت پروان در تأمین امنیت و چگونگی مدیریت وضعیت
ناکام بوده و بیتوجه؟ خب بیتوجهیش خب ما یعنی تایید نمی کنم، بخاطر از اینکه ما یک دو سه بار وقتی که مشکلات امنیتی را گفتیم جلسات امنیتی را دایر کردن، اما ناتوان بودنش ای است که چرا موضوع پروان بسیار جدی هست، اهمیت پروان بسیار جدی است، چرا اینا مطرح نکردن؟ پس این ناتوانی بیتوجهی نمی کنه؟ خب یعنی بیتوجهیش که شاید یک چیزی ساختگی واری هم باشه که ما جلسات امنیتی را دایر کردیم، یعنی بیتوجه نیستیم در موضوعات امنیتی پروان. بارها این جلسات دایر شده اما نتیجه نداده، وقتی که نتیجه نداد مدیریت قوی ای را ایجاب میکنه که باید ای را به شورای امنیت میرسند که وضعیت امنیتی پروان به چی منوال است، به خاطر از اینکه اونا موضوعات کشفی را داشتند که چقدر دشمن این توجه به اداره که در داخل پروان بیاید. شما گفتین یک ماه پیش اطلاعات بوده، نمایندگان مردم را گفتین که اطلاعات داشتند، مطمئنا والی ولایت هم اطلاعات داشته، پس چرا به خاطر این که مناطق سقوط نکنه حداقل سربازان را نخواستن، نیروهای کمکی نخواستن؟ خب ما سوال ما امین جست به خاطر از اینکه ارگانهای کشفی اطلاعات داشتن که اینا طالبات جمع جور خود دارن از مناطقی که هم جوار از اینا هستن، یعنی آماده از این هستن که باید عمله بکنن. این موضوع را شاید به ولی هم رسانده باشند، به ریاست امنیت، خب در بالا هم این موضوع انعکاس کرد. مشکل ما این است، سوال ما این است که چرا آمادگی نداشتن، چرا نقطه که بسیار مهم است و هم میتونه در فندقستان تحت پوشش بگیره و هم میتونه که خود مرکز پروان از اونجا آماج قرار بیتن، به خاطر که در به نام دره مارسنگ و دره بالاغیل که به نام آرتن هم یاد میشه، او یک نقطه استراتژیک برای دشمن و هم برای نیروهای امنیتی هست. در اون نقطه سر پلیس محلی بوده، پلیس محلی در یک نقطه که آسیب پذیر است، پلیس محلی دو روز یا یک روز مقاومت کرده، وقتی که مقاومت میکنه بر اطلاع میده که من دیگه مهمات ندارم، چرا نوایت رسانده برش نمیشه؟ دقیقا شما از پلیس محلی یاد کردید. این مورد را یا سقوط این ده روستار یا قریه را دلیل میخوانن بر بسته بودن راه از سوی یکی از فرماندهان پلیس محلی به نام مشتاق، این که مردم میرن با طالبان همکاری میکنن و در ادامه بالای پوسته های پلیس و پوسته های پلیس محلی حمله میکنن، چقدر این مورد درست است؟ خب من از این مورد اطلاع ندارم، اما موردی که اطلاع دارم فقط امی است که دشمن آمادگی داشت، وقتی که پلیس میبینه که موضوع بسیار بستر برشان آماده هست، بستر برای آماده هست برای مخالفین یا برای طالبان، در امی موقعیت اینا عمله میکنن. وقتی که عمله میکنن امی پلیس محلی یک شبانه روز در اینجا مقاومت میکنه و اطلاع میده که من دیگه مهمات یا اکمالات این چیزی ندارم، برای ما برسانین. پروان اونقدر جای دور نیست، جایی نیست که نتونن اکمال بکنن، یعنی تیاره نتونه بره یا بساب را بسته باشه، یعنی یک نقطه است که میتونه همه چیز بره. 60 کیلومتری پایتخت کم را پایتخت است، چرا برزون آن وایت رساندنش؟ به خاطری که اینمی نقطه هم فندقستان سقوط داد و از اونجا شما شاهد از هستین به پروان هم انداخت شده، یعنی انداختای آوان در داخل خود شهر پروان، یعنی مرکز پروان هم انداخت شده. این نقطه مورد توجه داره. در این نقطه وقتی که استخبارات یعنی نیروهای کشفی وقتی که اطلاع دادن حکومت، این نقطه بسیار مهم بود، با یک پستی بسیار قوی را در اینجا ایجاد میکردن تا میتونست. حالا فکر نمیکنین بانو سنگین اینجا آنچنانی که نقدی که از سوی جوانان پروان امروز در نشست خبری که داشتن هم بر شما وارد شده، بر نمایندگان که شما هم بخشی از نماینده هستین، این که نمایندگان همون مهر سکوت بر لب گذاشتن و اینا نپرداختن، پیگیری نکردن مسئله را تا این که ما ده روستا را از دست دادیم؟ خب جوانم بازم برشان میگم ما به صحبتهایشان هر چیزی که گفتن احترام داریم، ولی نمایندهایشان قوی اجرایی ندارن که اونا بتانند خودشان آن واید اما قوی پیگیر هستن، میتونن قوی پیگیر هستن که از اونم روز تا حال این موضوع را پیگیری میکنن و امروز قادر ساختن، یعنی مجبور ساختن نیروهای امنیتی را که
قطعی را که به پروان آمده بود دوباره به پروان خواستند که ساعت 10 بجه امروز قطعی اردوی ملی، امنیت ملی، قطعی خاص، کماندو امروز رفتن و نیروهای مساب هوایی هم از ساعت 10 عملیات شروع شده تا حالا. چقدر باور دارین که این نیروها پس از این هم بمانند در پروان؟ خب ما امو دو سال پیش که امچو عملی شده بود به سیاگرد قربان، ما از امو روز صدا میکنیم، ما از امو روز بالای نیروهای امنیتی، بالای حکومت صدا میکنیم که اجاره مستحکم بکنین، یعنی پوسته ها را مستحکم نگاه داشته باشین، باید اینجا اکمال شوه، اینجا نقطه بسیار مهم و اساسی است. ولی باز به این خاطر که عرف ما اینش از طرف حکومت شنیده نمیشه. خب از اینکه چرا این چرا را باید از حکومت جواب شما حداقل شما چی پیدا کردین؟ خب ما از این پیدا کردیم که اصلا حکومت صدای می نماینده پارلمان نمیشنوه، می نماینده میخواین هم باشه. من فکر میکنم که شاید اراده قوی از طرف حکومت وجود نداشته باشه که تامین امنیت بکنه، به خاطری که پروان یک نقطه بسیار حساسی است. اگر پروان ناهم شوه، کابل هم ناهم میشه. اینا چرا خواستن که پروان، یعنی فندقستان، یعنی فکر کنین که دروازه را به روی دشمن باز میکنه در کابل. به این خاطر آنچه گفته میشه با گرفته شدن این منطقه از سوی طالبان از دست نیروهای حکومتی یا نیروهای امنیتی کشور، دیگر غربندها نمیشه اکمال شود و در عین زمان دیگر رفت و آمد در اونجا ناممکن خواهد شد. اما یک مورد را بیاین اشاره کنیم که واقعا مردم محل هم همکاری دارن با مخالفان مسلح، آنچنانی که گپ و گفتایی وجود داره که شهروندان یا باشندگان محل همکاری میکنن با گروه های طالبان و اطلاعات نیروهای امنیتی را میرسانند به طالبان، هیچ قدر درست است؟ خب طالبایی که ما پیشتر اول هم گفتم که در اونجا طالبا در گذشته وجود داشتند، اما تحرکاتی از خود نداشتند، در هر خانه در هر گوشه‌ای که بودن. اما بعد از جنگ هایی که در صفحات شمال شروع شد، این طالبا هم زنده شدند، یعنی توانستند اونا هم تحرکات خود داشته باشند. همیشه دشمن از مردم استفاده کرده. امی سقوط فندق قصان هم از استفاده از مردم محل شده که از مردم استفاده کردن، در خانه‌های مردم داخل شدن و دولت نتونست کجا را بمبارد بکنه و نتونست که یعنی عملیاتی که اینا کوشش کردن که مردم محل این اوان فراموش نشد. نکنیم که 7 الی 8 سال از این اطلاعات محلی هست، 7 الی 8 سال است که طالبان در شینوار، در سیاگرد خیلی ها آزادانه میتونن رفت آمد کنن و در این زمان موترها را استفاده میکردن، تلاشی میکردن، افراد را پایین میکردن. در کنار ازی فراموش نباید کرد که این اطلاعات هم باز هم از محل رسیده که بزرگواران میامدن و ناامن میساختن، در کل راکت پراگنی میکردن و سایر موارد. یک عملیات گسترده چرا برای انداخته نشد در این مدت زمان که بیاین حداقل نقطه پایان بگذارن به ناامنی؟ خب من پیشتر در اول می صحبت کردم، من گپای شما را در اول گفتم. 8 سال هست. خب 7 تا 8 سال من گفتم که از زمانی که طالبا سقوط کردن در افغانستان، یعنی خصوصا از پروان کابل، طالبای محلی در محل، در قربندا، در سیاگرد، شنوار، در اینجا بودن، در فامیلا هستند، عالم هستند، در گذشتان بودن. اینا یعنی اونا تحرکاتی از خود نداشتن. وقتی که صفات شمال جنگ شروع شد، اما این داشتن زندان ها در کنارش محکمه و سایر چیزا، اجازه بدین که من صحبت های خود کنم. بعد از اینکه جنگ ها در صفات شمال شروع شد، طالبان تحرکات خود از مردم استفاده کردن. همه روزه من پیشتر در گپ های اول شما گفتم، شما بعد از گپ های اولش صحبت های اول خود گفتم که اینا در راه این میماندن، موترها را استارت میکردن، شبنگام حمله میکردن بالای ولسوالی ها، مردم اذیت و آزار میدادن. ولی ما همیشه با حکومت، با نیروهای امنیتی گفتیم که عملیات بکنین، این یار پاکسازی بکنین، جلوگیری بکنین، نشه که از یک موضوع جدی شود، یک موضوع از اینا جدی تر شود. چون فرصت ما تمام هست بانو سنگین،
شمار بیجو شدگان واقعا مشخص شده که چند خانواده بیجو شده و چه تعداد؟ در این فندقستان بیشتر از 1500 فامیل در اونجا زندگی میکنن. مردم همش آواره شدن. هنوز معلوم نیست که در کجا هستن. تعدادشان به کاپیسا رفتن، تعدادشان به پروان آمدن، تعدادشان هم به کابل آمدن و تا حال احصایه‌گیری نشده که این فامیلا چقدر بودن. اما همه مردم، یعنی بیشتر از 1500 فامیل، هم از اینا از منطقه بیرون شدن، ولی تا حال حکومت هیچ گونه کمکی نداده داشته باشین. چه قدری میتونه تهدید باشه بر پایتخت ناامنی های پروان و چه باید شود؟ خب تهدیدی بسیار جدی هست که ما این همیشه گفتیم، تهدیدی بسیار جدی ناامنی پروان، تهدیدی بسیار جدی به مرکز یعنی شهر کابل است. ما پیشنهاد میکنیم برای نیروهای امنیتی، برای حکومت افغانستان که تدابیر جدی تر از این اتخاذ بکنن، پوسته های جدی را در نقاط مهم، یعنی در نقاطی که برای دولت هم و برای دشمن مهم است، پوسته ها را افراز بکنن و عملیات تهاجمی را باید سازماندهی بکنن، اینا پاکسازی بکنن. در غیر از او این وضعیت بدتر خواهد. ممنونتان. لطف کردین بانوزکی سنگین، نماینده مردم پروان در مجلس، از اینکه حضور یافتین. و پایان پس از خبر هم تا درود دیگر، بدرود.